خیلی سپاسگزارم از خانم ها آقایون خبرنگاران. خواهش میکنم به خاطر جمعیتی که اینجا هستند و سوالای زیادی دارن، هر خبرنگار یک سوال بیشتر نپرسه. خبرنگار محترم فارس، خبرنگار بعدی، خبرنگار مهر. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشید، روزتون بخیر. اول به سهم خودم و همکارانم در خبرگزاری فارس، پیروزی شما رو در انتخابات و کسب آرای اکثریت مردم رو تبریک میگم خدمت شما و برای شما در خدمت به ملت آرزوی موفقیت دارم و تحقق شعارهای دولت تدبیر و امید. متشکرم. جناب عالی، در ایام انتخابات، تبلیغات انتخاباتی بر این موضوع تاکید کردید که جشن پیروزی خودتون رو زمانی خواهید گرفت که جوانان کشور ما شاغل شده باشند، بیکاری از کشور رخت بسته باشه. با توجه به اینکه موضوع اشتغال از دغدغه‌های مهم مردم و جامعه ماست، جناب عالی فکر می‌کنید انشالله در دولت شما چه زمانی جشن پیروزی بر معضل اشتغال و بیکاری برپا خواهد شد؟ متشکرم. با کمک مردم عزیز ما هر چه زودتر. عرض کنم که مسئله اشتغال مسئله بسیار مهمه، دغدغه، نمیخوام بگم همه خانواده ها، ولی اکثریت خانواده های ایرانی عزیز هست و حتی اونهایی که فارغ التحصیل مراکز آموزش عالی هستن، اونها هم همین مشکل رو دارن. حل اساسی مسئله اشتغال با رونق اقتصادی است. یعنی اون زمانی که رونق اقتصادی درست شه و محیط کسب و کار بهبود پیدا کنه، مسئله اشتغال هم حل خواهد شد. البته وقتی ما میگیم اشتغال حل میشه، یعنی قدم به قدم انشاءالله نرخ بیکاری رو به تنزل خواهد بود و به یک رقم قابل قبول خواهیم رسید که تک رقمی شدن لااقل آرزوی همه ماست که انشاءالله بهش برسیم. برای رونق اقتصادی ما باید زمینه رو برای این رونق آماده کنیم. اولین قدمش اینه، قانونی که مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب کرده، بلافاصله دولت آیین نامه‌اش رو تدوین خواهد کرد و این آیین نامه رو تصویب و ابلاغ خواهد کرد. این اولین قدم خواهد بود. البته یک مشکلاتی هم بخش‌های تولیدی ما داره، اما از صنعت، کشاورزی یا حتی در بخش خدمات، دولت برنامه‌ریزی خواهد کرد که اون مشکلات رو قدم به قدم رفع بکنه و انشالله شاهد اون باشیم که در همون سال اول اولین آثار این مسئله رو ببینیم. هر روز انشالله رقم بیکاری تک رقمی شد، جشن کوچکی خواهیم گرفت و وقتی انشالله رسیدیم به نرم جهانی، جشن ملی خواهیم داشت انشاءالله. متشکرم. ما باز هم برای شما در تحقق شعارهاتون آرزوی توفیق. خیلی ممنون و متشکرم.